بسم الله الرحمن الرحیم. از جلسه گذشته دو نفر از همکاران به دلیل اینکه نامشون در نطقا برده شد اختار اصل 75 اصل 75 داشتن. جناب آقای دکتر تذکر 75 را داشتن. جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو شماره 183. خب بسم الله الرحمن الرحیم. لطفاً اون دقیق به اصطلاح من از چند بار اومدم خدمت شما که این مسئله رو بگم، حالا فرصت شد، متشکرم. چند تا مسئله رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. سه تا موضوع مطرح شد. یکی اینکه بنده یکی از عزیزان اونجا گفتن که به شورای محترم نگهبان بی احترامی کرده. دو گفتن چرا آیه خوندم. سه گفتن دولت اصلاحات اله کرده، بله کرده، خراب کردن و شما میخواید خراب کنید. یک، اون چی که من به شورای محترم نگهبان گفتم تشکر میکنم که احراز نکردن ما رو. این که تشکر کردم بی احترام، بعدم خواهش کردم، گفتم آقا اعلام بکنید گیری که وجود داره رو اعلام بکنید تا مردم بدانن. چرا این حرف رو گفتم حالا در ادامه خدمت شما خواهم گفت. در رابطه با اینکه چرا قرآن خوندم، مشکل کشور ما، مشکل ما مسلمان ها اینه که قرآن رو گذاشتیم یه طرف، بعدم از خودمون داریم آیین نامه و دستورالعمل صادر میکنیم. من یاد اول این مطالبی که از قرآن بود، کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن مال شهید بهشتیه، برید بخوانید. شهید بهشتی میگه تمام اسلام را اگر من بپرسم میگم حق و عدالت و انصاف. اسلام یعنی حق است و عدالت است. هر جا دیدید حق اون اسلامه، هر جا دیدید عدالت است، هر جا بی انصافی دیدید این حرف ها شهید بهشتیه و کلی آیه و حدیث میاره. هر جا بی انصافی دیدید بدانید که اون اسلام نیست، از اسلام به دوره. هر کسی کنار واسه قضاوت بکنه ببینه بی انصافی کردن یعنی اسلامی عمل نکردن. خدا در آیات مختلف میفرماید ارسل الله رسولا، اون روز گفتم پیامبران فرستادیم، دستشون کتاب دادیم و میزان، لیقوم الناس بالقسط، که بر اساس عدالت حکم بکنن. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، تو رو خلیفه کردیم. یا داوود انا جعلناک خلیفت ان تحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. کسی که حق رو و انصاف رو مراعات نکنه باید منتظر عذاب خدا باشه. آنچه که ما انتظار داریم از قوه اصلاح شورای محترم نگهبان مراعات حق است و قضاوت بر اساس عدالت. خیلی تو این مجلس و جای دیگه میگن آقا به اصطلاح شفافیت. بنده انتظاری که دارم شفافیت، انتظار بدیه شفافش کنم. قرآن رو شما میدونید الرحمن رو کجا میخونن؟ الرحمن رو برای مرده ها ما میخونیم. یه روزی که داشتم گوش میدادم برق از کلم پرید. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، شمس و قمر به حسبان، نجم و شجر یسجدان، سمار الله تدغوا فی المیزان، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. تمام زمین و آسمان و خورشید و زمین برای اینکه در میزان، در قضاوت طغیان نکنی، بر اساس عدالت حکم بکنید. 1400 سال از جمهوری اسلامی گذشته ما بلد نیستیم ابزار اندازه‌گیری در قبال انسانها رو درست بکنیم و بر اساس عدالت حکم کنیم و اگر هر کی حرفی داشت بگیم این میزانه، بر اساس این میزان حکم دادیم. ما بر اساس میزان حکم ندادیم. مقام معظم رهبری گلایه کرد ولی گوش ندادن، گفتن همونی که بود. حتی گلایه مقام معظم رهبری رو نادیده گرفتن. من خودم به عنوان یک انسان او شعر مولوی رو دوباره این بار براتون میخونم. میگه آن نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، آن نفسی که بی خودی یار به چه کار آیدد، آن نفسی که بی خودی
یار کناره می کند آن نفسی که بی خودی باده و یار آیدد. جمله نار به اصطلاح بیقراریت از طلب قرار توست. طلب بیقرار شد تا که قرار آیدد. بنده معتقدم این مملکت اگه بخواد درست بشه باید همه در صحنه حضور داشته باشن. حضور همه در صحنه با این روش امکان پذیر نیست، به پیر و پیغمبر امکان پذیر نیست. باید یه تجدید نظری در نوع قضاوت ها، اندازه گیری ها و شاخص ها شکل بگیره. شاخص که دعوا نداره، شاخص ما بلد نیستیم بر اساس یک شاخص و ترازو حکم کنیم. و این گلایه است که من از شورای محترم نگهبان دارم. نمایندگان رو، شوراها رو وقتی که دارن رد میکنن شخصیت انسان ها رو خرد میکنن. خود شاخص داره، بگو طبق این شاخص اینا مردم هم بدونن قضاوت بکنن. و سلام. تشکر میکنیم. 75 بعدی. تشکر از جناب آقای پزشکیان.